تحصیلیم و اون چی یاد گرفتم حتی دوره تجربه یاد برنگی نیست. من تخصص ما واقعی در فلسفه جدید غرب، یعنی از قرن 16 تا معاصر، اون تخصص هست. رساله‌ای که در فوق لیسانس نوشتم با جانبال جلسه گذشته عرض کردم راجع به تحلیل استعلاعی کانت. بعد که اومدم قسمت دکتری به من گفتن تو صلاحیتی از اونجا که ایرانی هستی یه ذره هم حالت مقایسهی داشته باشه. من اومدم اون اصل ما رو کاشان نگوشت کار کرد اون دو رسالم. ولی بعد در دانشگاه من همون فلسفه غرب درس میدادم، یعنی عصر جدید درس میدادم. بعد البته خب چون من فلسفه غرب خوندم قرون وسطا هم بلد بودم، یه خورده بیشتر کار کردم. اون اصلا کتابش نشون دادم به شما، این کتاب 7 دفعه چاپ شد. این کار اصلی من. حالا ولی بعد از بازنشستگی و اواخر کارم در دانشگاه که احساس فراغت میکردم دیدم آخه نمیشه که من اصلا راجع به متفکران و خودمان چیزی ندونم، بخصوص که منابع خوبی در به زبانهای خارجی هست که اینجا اصلا اطلاع ندارم. من فکر کردم خب اون چیز که از هم جنبه ذوقی داره هم شاید با روحیه من بیخونه، چون جنبه تخیلی داره، یه خود هنریه، یه خود اصلا زندگیش هنریه، چون متداول نیست زندگی سهروردی، یه زندگی خود استثنایی اشراقیه، یه کارهایی داره. فکر کردم بیشتر اینه کار کنم و چون علاوه بر این چون که کرمن که خب ما هم همکاری کردیم، دوست بودیم، راجبش کتابش ترجمه کردم، یه مقدمه ازش ترجمه کردم، خیلی باش مشهور بودم. فکر کردم که خب اون خیلی سهروردی رو دوست داشت و اقلا از آثار اون بتونم استفاده کنم یه خورده اینا. و بالاخره بودم مثل بازگشت به تحصیل، یعنی مثل که برگردم حالا راجبه این موضوع ها که نمیدونم یه داره دست. ولی در این حال نمیخواستم صرفا درسی باشه، این کتاب درسی نیست، یکی مازم یک خود ذوقی باشه. زندگی دامه سهروردی در این کتاب مثل یه فیلم است، یعنی نویسنده همراه با سهروردی در بیابونا با او فکر میکنه، او راجع به کوها فکر میکنه، رنگ کوها رو میبینه، نمیدونم می سراب به صورت یه بخار در کوها منعکس شده مثل که کوها حرکت میکنه، یه تا اینطوری خیلی جنبه های ذوقیش زیاد و در این حال تو هم با یک نوعی فاجعه است. در این حال خیلی دردناکه، میدونی اینو بگم بشم حالا بخونید وقتی میگوشنش خیلی دردناکه. و یه خوردم تصویر سازیه، یه ذره رمان نویسیه، برای اینکه اون پسر صلاح الدین ایوبی سهروردی معلم هم میشه در چیز در حلب و در یک صومعه‌ای زندگی میکرد و میرفت با هم گاهی با هم مرد. این دوستی
کم کم موجب بدنامی اینا میشه و از اون میخوان، از اون شاهزاده میخوان که از سهروردی دست بردار، او هم دست بر نمیداشت، مجذوب شده بود چون عارف بود و اینا. ولی خود اینجا در کتاب من خود سهروردی میره که ازش مرخصی بخواد دیگه بره یا بکشنش دیگه. خود اینا هم به صورت داستان نوشته شده. یه چیز دیگری هم که در سهروردی هست همش به عربی ننوشته، اون کتاب اصلیش کتاب الاشراقش به عربیه، بعضی کتاب های مهمش به عربیه، اینا درست، ولی خیلی نوشته های تمثیلی داره به زبان فارسی است، بسیار اینا قشنگه. شما هم مثل یه رمان میخونید. من فکر کردم که اصلا یک نشناختنش برای من گناهه، همینطوری بگم نشناختنش برام چیز باشه. آخه چطور ممکنه یه نفر فلسفه کار کنه و از اسم سهروردی نشنیده باشه؟ من در واقع الانم من دانشجوی دائمی هستم، ولی من اصلا فلسفه یعنی دانشجویی. در اون جلسه اون روز هم گفتم که فلسفه عالم نمی سازه، دانشجو می سازه. شما که فلسفه می خونید یعنی می شید دانشجو، یعنی تو عبد باید بخونید. واقعا فکر کنم و سوربون هم این حالت درش خیلی شده. در سوربون یه کاری میکنن که شما تمام عمرتون محقق بشید، پژوهنده بشید. مثلا این عشق در شما به وجود میاد، اگر هم به وجود نیارن در واقع شما سوربونی نیستید، در اصلا در داخل اونجا نشدید، از حاشیه رفتید کنار، یه همچه حالتی داره. برای من که کاملا اینطوری بود، البته شاید الان وضع دیگه مثل سابق نیست، زمان ما یه همچه روحیه رو ترویج میکنه. اینا تمام موجب شد که من هم بازنشسته بودم، تعهدی نداشتم، اینجا در از اینجا درخواست دادم که سهروردی رو میخوام کار کنم، اینا هم قبول کردم و اینا هم تقریبا نزدیک به 1000 تا فروش رفته، 2 بار 500 تا چاپ شد. اولین بار در اروپا نیکلسون اسم سهروردی رو در کتاب عرفانش آورد، اول اسمش در انگلستان. بعد در فرانسه قبل از هانری کورمن چیزه ماسینیان خب استاد هانری کورمن بوده، یه شوریده بوده خودش، ولی اهل سهروردی نبوده، اهل حلاج. مسیحیان اصلا میگه حلاج در واقع مسیح اسلام، از همه سریع بگیم همون مسیحیه که در اسلام بطرش. و در یک متن چیز عطار، اون آخرین متن نصره، آخرین متن عطار در اون کتابه معروفش که شعر و رفاست و اینا به نصر نوشته، آخریش راجع به حلاج و 70 نفر رو این شعر میکنه که خیلی افراد هستن، نمیدونم فرض کنید تمام عرفای بزرگ ایران درشون بیان شده، شعرشون و احوالشون اینا، آخری با حلاج تموم میشه. ماسینیون اونو خونده. کتاب عربی فلسفه اشراق رو ماسینیون چاپ سنگی شده داده بخون، این که خونده داده به کربه چاپ سنگی شو، بلکه این که خونده بهش گفته که این درست همون چیزیست که من میگردم، یعنی در شرق دنبال فلسفه مشرا نمیگرد، دنبال عرفای شاعر فقط نمیگشت، دنبالی هم چیزی میگه که در واقع ارمسیه
فقط هم مثلا یه سنت خاصه و این چی شده که اینو این دیگه کاربر رو دگرگون کرده و همیشه صحبت هست که مسیحیان سهروردی اصلا خوب نمیشنن و اصلا غیر از حلاج کسی رو قبول نداشته. گربن اینه به خود من چند دفعه کن حلاج به طور تام قبول داشته. اینم به سبب خوندن حلاج به سهروردی نظرم متمایل شد. حالا گربن اولا این آثار رو همش رو از نو تجدید چاپ کرده، هر چقدر میتونسته نسخه ها رو پیدا کرده، جمع کرده، الان 4 جلد چاپ شده از گربن از عربی و فارسی که مجموعه آثار من دارم 4 جلد. بعد دیگه افراد دیگر هم به تبع اون، ولی این کتاب من در حد اون اصلا نباید قرار بگیره. یعنی یک کتاب تحقیقی صرف منزه از تخیلات نیست. خب بفرمایید که پس از مرگ سهروردی سنت او چجوری باقی مونده؟ آن سنت او خیلی ها سنت او را دنبال کردن به انهای مختلف، ولی یکیش خود ابن عربیه، چون که ابن عربی که در دمشق میاد از اندلس میاد، در واقع اون خود اهالی سوریه که از جمله اون شاهزاده که به سهروردی گرویده بود و بعد شاگرد ابن عربی میشه، خود اون اون سنت سهروردی به صورت سنت ابن عربی در ایران هم رایج میشه که چهره های مختلفی داره. حتی مولانا رو تا یه حدودی از دنبال روحای ابن عربی میتونیم بدونیم تا این حد، ولی مستقیما کسی که راجب سهروردی صحبت کرده در ایران شهر زوری است. این کتاب داره و نوشته های داره و خیلی ها که سعی کردن سهروردی رو دوباره در واقع رایج کنن، ولی تا دوره‌های اخیر سهروردی در دوره تا قرن 19 سهروردی در اروپا اصلا شناخته شده نبود، چیز سنت عرفانی شناخته شده بود که سهروردی استقلال فکری داشته باشه. و در گفتم اولین بار نیکلسون اسمش فقط برده خب اوایل قرن 19، قبل از اون هیچ جا نیست در اروپا، ولی بعدن که مطالعه کردن شهر زوری هست در ایره در شهر. اینه این هم سهروردی رو در مسلمان ها خیلی توجه بهش ندارن، میدونی حتی مثلا دانشگاه ها سهروردی رو به لحاظ ادبی مثلا میخونن، داستان های تمثیلی شد کلاس های زبان فارسی میخونن، اینجوریه. حالا کم و بیش افرادی خیلی مستقل، بعضی ها هم سهروردی رو فقط به نسخه شناسی میکنن و آثارش رو چاپ کردن مثل خانواده بیانی. اینا محقق بودن، این رساله ها رو داشتن، اونا رو تصدیق کردن، چاپ کردن. کسی که در ایران دوره ما توجه به سهروردی کرد در ایران یکیش هم دکتر نصر آثاری از سهروردی رو چاپ کرد و علاقه داشت با گربن کار کنه. اون قسمت آثار فارسی 4 جلدی گربن رو دکتر نصر کار کرد، قسمت فارسیش. علت قتل سهروردی چی بود؟ یعنی چه خطری داشت سهروردی؟ چرا کشتنش؟
برای اینکه با سنت‌های رایج اسلامی جور نبود. سنت‌های رایج انالحق گفتن حلال چه اشکالی داشت؟ خب ما مسلمان ها به حق چیز رو خداوند رو سبحان میدونم، منزه میدونم، با خارج جهان میدونم. شما میگه انا دیگه کفر دیگه. ولی خب دقت کنید، من وقتی حلب بودم، من یه دفعه از اروپا که برمیگشتم رفتم حلب، رفتم سوریه، از دمشق هم با اتوبوس رفتم حلب، اتفاقا با اتوبوس رفتم حلب. یک قلعه حلب داره، یه قلعه عجیب و غریب و خیلی دیدم که اون شاهزاده در اون قلعه زندگی میکنه. این رفتم به چیز توریست، یه اداره جهانگردی داره، رفتم گفتم طبقه این هم چهار روم پنجمه که از اون زورم نداشت. رفتم بالا و اونجا یه آقایی بود در یک اتاقی، وارد شدم، فرانسه درجه یک صحبت میکرد. من گفتم من از پاریس میام، شنیدم که قبر سهروردی در حلب، این کجاست، من برم میخوام زیارت کنم. گفتم خیلی خوب فرانسه برم. گفت که من میدونم ولی نمیگم، باید کتاب راهنمای حلب من رو بخری. اینو من تو کتابم آوردم همونجا برام. بعد من گفتم که خیلی خوب من میخرم. من گفتم الان باید پولش بده، یعنی یکی در آورد گفت پولش بده. وقتی من دادم و پولشم دادم، بعد برگشتم تو اون فندق، یا هتل خیلی ارزونی بود، من محصل بودم هنوز، من روزم تازه برمیردم ایران، دیدم که پلویون، یعنی مثلا ده قدم با پاس ردان یه دونه کرامتری هست، شرطه، یه شرطه عرب بود اونجا. نبش اون یه دونه اتاق شاید به اندازه این اتاق، و پنجرش به خیابون بود، درش هم وفر بود، از پنجره از این تاره میام داشت، توش دیده میشد. یه دونه قبر بود، روش یه پارچه سیاه انداخته بودن توی اتاق از پشت پنجره، و روش هم یه خود پارچه سبز گذاشته بودن، مثل عمامه، ولی کاملا شکل عمامه نبود، یه چیز پارچه همین. بعد اونجا بود، ولی درش قفل بوده، هیچ کسی هم مثلا نبود. بعد میرفتی تو شورته مثلا میپرسی درواز، درواز کردنم نمیخواست، چون از اون پنجره تو کاملا پیدا بود. ولی رفتی اون آقا رو، اسم اون عرب رو تو کتاب آورده.